بسم الله الرحمن الرحیم های دهای عزیز تلویزیون تلو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برنامه فرهنگ و تمدن اسلام هست و ما محمد اسقر وکیلی پوپلزایی با مهمان خیلی ها عزیز خود استاد دکتر شهیدی استاد پانتون کابل در خدمت شما هستیم و موضوع بحث ما هم در رابطه با سحر و ساحری هست سلام جناب استاد شما را با برنامه خوش آمدید میگم تشکر سلامت باشید زنده باش. قسمی که بر همه ما و شما معلوم هست موضوع سحر و ساحری و جادو یکی از موضوعات بسیار مهم هست که از لحاظ عقیده هم مشکلات خود را به بار میاره پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم در حدیث از جمله هفت گناه هلاک کننده ای که هم سحر را دانسته سوالات زیادی هست در این رابطه که آیا سحر و ساحری از کجا پیدا شد چگونه آیا حقیقت داره یا خیال هست و اگر کسی سحر و ساحری میکنه گناهش چی هست و چه عقوباتی داره همه موضوعات هستن که از استاد میپرسیم امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه همراهی ما جناب استاد میشه که قبل از که سوالات دیگی مطرح بسازیم ابتدا در رابطه با خود سحر هم یک تعریف داشته باشیم که خود سحر چی هست و از کجا آغاز شد سحر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قبل ازمه تشکر از جناب پپال زئی صاحب که مراد در این برنامه بسیار مهم که مرتبط است با قضایای داغروس دعوت کردند زنده باشین و همچنان سلام به همه بینندگان تلویزیون طلوع شهر یا کلمی عربی است که عبارت از اقوال و افعال خفی که از طرف شخص جادوگر یا ساحر صورت میگیرد و بالای شخص مورد نظر تأثیر مباشر میگذارد البته سحر تاریخچه مشخصش معلوم نیست طوری که از آیات قرآن کریم معلوم میگردد از امت های سابقه تا به هنوز وجود داشته است مراحل متعدد را سپری کرده از در طول تاریخ احیانا به کاهش روبرو شده است و احیانا به زاویه تصاعدی خوش سحر در زمان سلیمان علیه السلام به اوج خود رسیده بود و ساحران فرعون در قرآن کریم و در تاریخ بشریت بسیار شهرت دارد سلسله وار می قسم ماند از در بین انسان ها که تا به روز هم متاسفانه که در جامعه بشری وجود دارد و استعمال می گردد البته شهر تأثیری حقیقی خود بالای شخصی که مورد نظرشان است میگذارد در رابطه با اینکه که حقیقت است یا خیال هست جدگاه های متفاوت وجود دارد ولیکن اکثریت دانشمندان اسلام به این باور هستند که سحر یک چیزی حقیقی است زیرا که در قرآن کریم به شکل حقیقی ذکر شده است و در حادث پیامبر صلی الله علیه و سلام به گونه حقیقی هم وارد شده است بله جناب وسط امروز کسایی که سحر میکنن یا ساحر هستن و جادوگری میکنن و اینا آیا وقتی که اینا میان از این عمل را انجام میتن یعنی عمل سحر را انجام میتن اینا از چی استفاده میکنن؟ آیا از آیات قرآن استفاده میشه؟ یا ای که نه چیزهایی هست که خلاف آیات و خلاف شریعت هست بعضی اوقات بعضی کسا گفته میشه که اونا را فکر میکنند که ای تعویز هست و میخوایم که در این قسمت سوال هم فرق بین تعویز و سحر را واضح هم بسازیم و در رابطه به ای که آیا آیات قرآن در سحر استفاده میشه یا نمیشه بسیار خوب اول قبل از که به سوالتان پاسخ رایان یعنی مایم به همه مسلمان ها و برادران عزیز خود در کشور عزیز خود افغانستان باید بگویم که کسانی که امروز در خیابان ها و کوچه ها و پس کوچه ها به نام ساحر یا ملا یا تعویز دهنده شهرت دارند اکثریت اینها کاذب هستند دروغگو هستند و نه سحر را میفهمند و نه به سحر را دارند мҷарад ҳаму касоист ки фақат ба хотири срқати амволи мардум وа гирифтани моли мардум аз роҳҳои мхталиф و ҳилаҳои мхталиф истифода кунанд иту наметавонад ки ҳр кас ҷодугар бошад ва соҳр бошад у к фани хоاси ҳаст зарурат ба тълим дорад зарурат ба омӯхтан дорад و ҳар кас иту наметавонад ки و ҷодугар боша ما اتو باور داریم که شاید 95 یا 98 فیصد مردمی که دعوای این چیزها را دارد مهم. آنها مجرد دروغ و کذاب چیزی دیگری نیستند تعویز ولو که از آتای قرآن کریم هم باشد از دیدگاه شریعت اسلامی مردود هست ناجایز هست زیرا که با همه اصول شریعت اسلامی مخالف هست پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتش روزی هم به کسی تعویز نداده هست ولو که هم آیتای قرآن کریم مهم. باشد منطقا هم انسان پذیرفته نمیتونه که وقتی قرآن خودش باقی باشه خودش وجود داشته باشه و تو بگیر یک چیز را به نام قرآن تو قرآن کریم در گردن توزان بکنی باز بگوی که والا ما به خاطر شفای را وزان کردیم منطق ایره حکم میکند که اگر تو میخوای که به قرآن قرآن به می شکل به می گونه به می شیوه شفاده هنده باشه باز بهتری است که قرآن را کاملا بعد به با گردن تاوزان بکنی ده ده. یا در گوش تاوزان بکنی مم. یا بالا چشم تاوزان بکنی چرا که در قرآن کریم اگر مرض شکم دردی باشه و هم باید شفا بدهد اگر سر دردی باشه هم باید شفا بدهد اگر به میگونه بخوایم که ما به توسط تعویز شفا بیافیم قرآن باید خودش آوزان شود ولی وقتی که میبینیم که خلاف شریعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما در بیت الخلا داخل نشوین در با چیزی که در او اسم الله هست بنام داخل شدن در بیت الخلا با قرآن کریم و آیات قرآن کریم و چیزهایی که در او نام الله هست داخل شدنش جواز ندارد آوزان کردن قرآن کریم یا تعویزاتی که در او قرآن کریم نوشته شده هست یا هم خلافی فرموده الله متعال است در قرآن کریم برای ما شما میفرماید که اذا قرئ القرآن فاستمعو له وا دو آیت دیگر الهمال میفرماید ک اگر شما قرآن کریم را تلاوت بکنیند ما بین شما و شیاطین انسوجین پرده ای را ایجاد میکنم که به شما نزدیک نشود در جای دیر اللهمتال میفرما در آیت دیگری که هرگاه که نام الله در قرآن کریم تلاوت شود شیاطین فرار میکنند از این دو آیه مبارکه ای تو فهمیده میشه که اگر کسی میخواهد که توسط قرآن کریم شفا پیدا بکند شفا یاب شود باید قرآن و آیاتای شفایی که در قرآن کریم و صورت تلاوت بکند نه اینکه قرآن و آیاتای های را به شکل تعویز در گردن خداوزان بکند در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من علق تمیمتا فقط اشرک بالله <applause> کسی که چیز را به قصد شفا و به قصد دیگری به هر نیتی که اوزان میکند در هر جای جسمش که باشد او در حقیقت به الله شرک آورده است پس این حدیث شریف صریح است که تعویز شفا دهنده ده نیست رفع نیازمندی های انسان نمیتواند مشکلاتی که انسان به او مواجه است توسط تعویز دور نمیشه اگر انسان میخواهد که به خدای خود رجوع بکند شفا پیدا بکند شفا یاب شود و مشکلاتی که پیش روی داره در حل بکند بعد قرآن تلاوت بکند نه اینکه به گردنش و به گوشش و به جای دیگر رو روزان بکند سپاس جناب استاد بیننده های عزیز پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم با ما باشین شما را به ادامه برنامه فرهنگ و تمدن اسلام خوش آمدید میگیم موضوع بحثی ما هم در رابطه با سحر و جادو از نظر اسلام هست دکتر شهیدی استاد پانتون کابل با ما حسن جناب دکتر سیب قبل از وقفه حدیثی را که شما اشاره کردین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من علق تمیمه فقد اشرک کسی که تعویذ را بگردن گردن می آویزه به تحقیق شرک به الله آورده است و از طرف دیگه خداوند متعال جل و علشان هم میگه که ونو نزلو من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ما قرآن را شفاء و رحمت برای مؤمنان نازل کردیم و از طرف دیگه هم در فکر عوام مردم ما شما این قسم یک مفکوره هست که اگر ما مریض بودم یا نیم سری داشتم یا سرم درد میکد یا جانم درد میکد یا پایم درد میکرد اگر صاحب برای ما تعویزی با واسطه از او تعویز درد ما آرام میشه الی میم تناقضاتی که در اینجا هست میخوایم که سرش بحث بکنیم قرآن خودش حقیقتا شفا هست آیا شفا به طرف ازی؟ جایی که نه من حیث تعویز در گردن انداخته شود و ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعویز را شرک دانسته است علتش چیست حکمت در چی است که او را شرک میدانه بسیار خوب اول خو گفتم که قرآن کریم زمانی شفا هست که تلاوت شود بعنی. <applause> نه این که آویزان شود اگر آویزان شفا باشد بعد قرآن کریم را برید کاملا آویزان بکنیم که بر تمامی امراض چی باشد شفا نه تنها نیم سری نه تنها به چشم دردی نه تنها به زکام بلکه برای کل شفا باشد که یک <applause> دفعه انسان شفا یاب شود این خلاف منطق است ای که پیامبر صلی الله علیه و سلام میگه کسی که تمیمه را آویزان بکند و او شرک است حکمت شیسته که خلاف اصول شریعت است بل بل. ببینیم که یکی دیدگاه های عقلی است عقل ها هست و یکی هم اصول شریعت اسلامی است بار. شریعت اسلامی وقتی که نازل شده هست استفاده از او چی در بخش های مختلف باشد چی در بخش شفا باشد چی در بخش های دیگری باشد روش طریقش هم برای ما بیان کرده است بار. پیامبر صلی الله علیه و سلم من حیث معلم به شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتش هر مریضی که می آمد به هر شکلی که بود برش تعویز نوشته نمیکرد و خوب می فهمید. او معلم بشریت بود بارد بارد. او فرستاده الله بود برش می و در دست خود شف میکرد حتی لعاب دهنش هم به جایش تو می مالید به طور مثال ما چندین قضیه داریم و چندین روایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم که بسیار شهرت دارد در تاریخ اسلامی یک قصه است که مثلا زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف غار ثور میرفت، از شر مشرکین قریش پناه می برد همراهش ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود در غار که رفتند در اونجا پنهان شدند در غار پای ابوبکر صدیق رضی الله عنه مار گزید احا. یا گژدم گزید نظر به اختلاف روایات احا. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب بود و سر مبارکش بالای زانی ابو بکر صدیق ردن رو بود وقتی که عشق ابو بکر صدیق بالای روی مبارک ریخت ای از خواب بیدار شد متوجه شد که ابو بکر صدیق گریم میکنه <applause> که چی شده است گفت ای پیامبر پای ما مارگزیده است در اینجا آیات از قرآن کریم تلاوت کرد و در روایت آمده است که سوره فاتحه را هفت مرتبه خواند و در مارگزدگی لمس کرد بله. فیل حال پای ابو بکر صدق در اینجا چی شد؟ شفا, یافت بله. اگر ما میگیم که پیامبری ما معلم ما هست پیشوای ما هست این طریقه شفای قرآن کریم است. در غزوه خیبر زمانی که بست یک روز قلعه خیبر محاصره ماند و مسلمان ها که قلعه را فتح بکنند در روز بسدهم در نماز عصر زمانی که پانبر صلیالله عله ووسلم گفت که این پرچم را فردا به مردی میدهم که او را الله و رسولش دوست دارد و خیبر به دستانش فتح میگردد نماز صبه وقتی که پانبر صل الله عليه وسلم امامت کرد سلام گردانید وقتی که رویش به طرف صحابه برگشتان گفت کجاست علی علبداللها از جاش خز فت م انجسم ا انبر صىالهليهوسلمفت با پرچم را بگر حرکت بکو فت ا امبر ولمم چشمانم روز بسا درد مکند م چشمدرد هستم نمتانیم که ا پرچم بگیریم و قله خیبه فتح بکنیم گفت که بشي وقتی ک نشست زانوز نزد انبر صى اللهعليهوسلم با سوره فاتحه نظر به رواتها خواند و با چشم علی در ها شوف کرد و دست خدا مالد و لعابش هم به اونجا مالد چشمان علی را دانه ها در شفا شفایاب شد با دوازده نفر حرکت کرد و قلعه خیبره فتح کرد قصه <تصفح> های دیگری هم وجود دارد که بدون شک قرآن کریم شفا هست ولیکن به مشیوهی که پیامبر ما او را استفاده باری باری کرده است باری. نه آویزان کردن تعویز و یا آویزان کردن قرآن کریم سپاس جنب پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم با ما باشین ما به ادامه برنامه فرهنگ و تمدن اسلام از تلویزیون جهانی طلاق خوش آمدید میگیم دکتر شهیدی استاد پهنتون کابل با ما هستند و موضوع بحثی ما هم در رابطه به سحر هست جناب استاد ما در رابطه با سحر و تعویز و اینا صحبت کردیم و همه الحمدلله که استفاده کردن و دانستن حال سر از که حکم سحر چی هست کسی که سحر میکنه چی حکم داره و کسی که پیش ساحر میره به خاطر سحر کردن چی حکم داره بسیار خوب یک قضیه بسیار زیاد خوب است ساحر به حکم قرآن کریم کافر هست اللهمتعال در قرآن کریم در چندین آیت میفرماید به طور مثال به یک آیتک اللهمتعال فرموده است که وم کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یلمون النس سر سلیمان علیه السلام کافر نشده هست بلکه شیاطین کافر شدند به خاطری که جادو را استفاده میکردند و تعلیم میدادند و به مردم میرساندند از این آیه مبارکه به وضاحت دیده میشه که جادوگر کافر هست حکم ش قتل هست پیانبر صلى الله علهوسلم میفرماید که اقتلو کل ساحرن و ساحره بکشند هر مرد و زن جادوگر را امام ابوحنیفه رحمالله علیه برخلاف تمامی جمهور به این نظر است که جادوگر مجرده که شناخته میشه که جادوگر است باید کشته شود هیچ فرصتی برش داده نشود ولیکن سایر علما و دانشمندهای دیگری امام مالک و امام شافعی و امام احمد به این نظر هستند که کافر هست ولیکن باید برش فرصت داده شود فرصت توبه باره. فرصت توبه داده شود مم. و ابو حنیفه رحمت الله بر خلافشان میگه که هیچ فرصت توبه را هم مم. ندارد زیرا که یک فساد بزرگ در روی زمین است مردم را از عقیده به الله دور میکند بنا کفرش واضح است پنهان نیست تعویل نیست باید کشته شود و ای حکم جادوگر است نظر به قرآن کریم و با. احادث پیانبر صل اللهعلهوسلم ک حادث متعدد روایت شده هست در رابطه به این که کسای که نزد جادوگر میرهم ما دو حدیث داریم که عبدالله ابن مسعود ره روایت میکند یک رفت نزد جادوگر است که نه تنها جادوگر که جادوگرو فالبینو کفشناس فقاظبن دیثبر الولم چل شبانروز نماز شخص قبول نمیشبدراه اللهمتال <متحدث> تور عبدالله بن مسعود میفرماید ک مبر صل اللعلهوسلم فرموده من, من تا ساحرا او اهنا او عرافا ف ساله عن شیئ لمتقبلل صلابی لیل کس که نزد جادوگر و فالبون کفشناس برود و از او چیزر بپرسد پرسان بکند چل شبانه روز نمازاو قبول نمیشود ولنن به با او باورمنزبتق با باورم با مجرد رفتن و سان کردن ا ای به ایمعناسه ک چل شبانه زنمزک نسانقبنن در روایت دیر عبدالله بن مسعود ر میفرماید ک امبر اسف من اتی ساحرا او کاهنا او عرافا فسأله عن شیئ ثم صدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلى الله عليه وسلم اگر کسی نزد جادوگر و فالبینو کفشناس برود و از او چیزې را بپرسد به آن باور و تصدیق بکند بدون شککې به آن چیزې کافر شده است که و پیانبر صلى الله عليه وسلم نازل شده است چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است و قرآن, قرآن کریم است بره. پس به این معنی است که قرآن کریم را کفر میگه و تو را رفته تصدیق میکنی پس خلاف قرآن کریم عمل کرده و کسی که به یک کلمه قرآن کریم باور نداشته باشد و کافر است, است. و این حکم اسلام است در رابطه با جادوگر و در رابطه با کسی که نزد جادوگر و فالبین و کفشناس میرود بره. سپاس جناب استاد در آخر دو دقیقه وقت داریم جناب واسط میخوایم که یک موضوع را هم بکنیم که بعضی اوقات میشه که کسی با خاطر مشکلات فامیلی می داشته باشن یا بیکار هست دیر وقت میشه که کار پیدا نکرده. میره مراجعه میکنه با ملا صاحب و ملا صاحب و برش میگه که بر ما تعویز بده که ما کار پیدا بکنم یا خانم کت شوهر جور نیست شوهرم کتم پس دوباره محبت پیدا بکنه و مشکلات فامیلی حل شوه آیا اینا هم در جمله سحر حساب میشه یا نمیشه و در جمله حکم ساحر و کسی که پیش ساحر میرن اینا هم شامل هستن یا نیستن؟ بسیار اولی که کسی که مشکل داره چی به خانومش شاست چه به خانواده شاست و یی که کار پیدا نمیتونه یا که کدوم مشکلی دیگری دارد اگر در صورتی که نیم مشکلاتش به اساس جادو باشه و به با یقین ثابت شود که در اینجا جادوی کار کرده هست پس شفاش قرآن کریم هست بله قرآن کریم شفا هست در اینجا زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف یهود یهودیا جادو شد بله. برش دو سوره نازل شد به خاطر رفی جادوش و ای تاریخ ثابت کرده است کسی که جادو شده است یگانه راه حلش قران است و طلاوت قران است البته آیات مشخصی در این مورد وجود دارد که خواندن سوره فاتحه هست اول سوره بقره هست و ایت الکرسی هست آخر سوره بقره هست و ایتهایی جادوی کهدر سوره تاها و یونس و در سوره فکر میکنیم در ذهن نیست در در سوره قرآن کریم آمده هست و معاوضات است که عبارت از این چار, چار قل که ما و شما میگیم در آخر قرآن کریم قرار دارد اگر انمی را التزام بکند و همیشه بخواند پس هر نماز و یقین است که جادویش رفع شود باز هم اگر به خاطر رفع جادو نزد یک شخص میره که او جادوگر نباشه و توسط تلاوت قرآن کریم بخواهد که جادویش دفع بکند ای جواز دارد به شرطی که او جادوگر نباشد نباش. بسیاری ملاها و ملا امامای ما است توسط قرآن کریم ملاج میتا جادو میشن باز میشه که نزدی آنها برن قرآن کریم سرش خوانده شود تلاوت شود تا که جادو شرفه شود ولیکن به هیچ صورت جواز ندارد که نزد جادوگر بره. تشکر جناب وسط استفاده ست ست کردیم و از اینکه در برنامه تشریف آوردین سپاس بینده های عزیز ایبوت بود برنامه ای هفته فرهنگ و تمدن اسلام که خدمت شما سروران تقدیم کردیم تا برنامه, برنامه دیگر شما را به الله بنیاز مسپاریم روز خوش خدا نگهدار